چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو شفا بخشه درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت خدا رد عبدی و جاودان است تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجایی که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب خوش آمدید. همچنان در حال مطالعه کتاب کارهای رسولان هستیم. به فصل 13 هم رسیدیم و اینجا آغاز سفر بشارتی و بشارت انجیل به سرتاسر سر جهان هست. ابتدا اجازه میخوام به مهمان برنامه برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم. درود بر شما برادر. بر خوش ممنونم. همچنین به حضار در استدیو خوش آمد میگم. بردر یوسف لطفاً به همون درباره موضوع اصلی فصل 13 هم بگی خوب در این فصل سه موضوع اصلی وجود داره اولین موضوع این فصل درباره اولین معمولیت برای امت‌هاست، و در سه نخست به این موضوع اشاره شده اه زمانی که روح القدس دو نفر از شاگردان را انتخاب کرد تا اینکه برای بشارت دادن به جهانیان برن اه در آیات 4 تا 12 این فصل درباره اولین توقف در شهری به نام قبرس میخونیم. و اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که در این مأموریت اسم شاول تغییر پیدا کرد و پولس خوانده شد و بعد از اون در هیچ منبعی اثری از اسم شاول دیده نمیشه. نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که مأموریت توسط برنابا و شاول آغاز شد اما از آیه 13 اینطور میگه که پولس و همراهان او پافس را ترک کردند. سومین قسمت این فصل از آیه 13 تا پایان فصل مربوط میشه به خدمت در انتاکیه و پیسیدیه و همینطور سخنرانی که پولس رسول درباره تاریخ قوم اسرائیل انجام داد و در پایان فصل میبینیم که این سخنرانی پولس چه نتیجه ای داشت و چه تأثیری بر روی مردم گذاشت خب بهمون همون گفتید که در آغاز فصل 13 هم پولس و برنابا با هم برای خدمت خونده میشن بله و اینکه کلیسا در جدا کردن برنابا و شاول نقش داشته اونها چطور از هم جدا شدن یا چطور برنابا و شاول برای خدمت خونده شدن در چند آیه اول درباره خدمت در کلیسای انتاکیه خوندیم که شامل پنج خادم از فرهنگ های مختلف می شد هین خدمت به خداوند و روزه روح القدس سخن گفت روح القدس چطور سخن گفت کلام خدا در این باره توضیحی نداره شاید از طریق یکی از اونها که عطیه نبوت داشته یا با صدای واضح و رسا اما نوشته شده روح القدس سخن گفت و این یکی از شواهد موجود در کتاب کارهای رسولانه که ثابت میکنه روح القدس یکی از شخصیتهای تسلیسه روح القدس فرمود برنابا و شاول را مأمور و انجام آن کاری که من برای آنها مقرر کردم بنمایید بنابراین میتونیم ببینیم که هر دوی اونها یعنی برنابا و شاول برای خدمت کردن به کلیسا دستگذاری شدن، نه برای دریافت عطایا بلکه به نشانه تایید اتحاد و یکدلی در مورد مأموریت مهمی که پیش رو داشتن کلیسا در دعا بود و این روح القدس بود که فرمود برنابا و شاول را معمور بنامد درسته آیا خاندگی در خدمت به این شکلی که اینجا بینیم فقط مربوط به کلیسای اولی است یا هنوزم امروزه همین روش ادامه داره؟ من معتقدم که این روش هنوز هم وجود داره در این بخش از کتاب کارهای رسولان می‌بینیم که کلیسا به بلوغ رسیده و دوران تولد و شیرخارگی رو پشت سر گذاشته و تو مرحله بلوغه این واقعیت که روح القدس صحبت کرد به این معنیه که او در کلیسا حضور داشته و حرف آخر رو زده اگر کلیسا به اندازه کافی روحانی بود قادر بود صدای روح القدس رو هین هدایت کردنش از مسیری به مسیر دیگه به خوبی تشخیص بده ما باید مطیع و تسلیم چیزی باشیم که روح القدس به کلیساها میگه. با شروع آیه چهار در این فصل ما ره اولین سفر بشارتی میشیم. بله. بینندگان عزیز اجازه بدید که اینجا بهتون خاطر نشان کنم که ما نقشه اولین سفر پولس و برنابا رو به شما نشون میدیم تا شما هم بتونید همراه ما مسیر این سفر رو دنبال کنید. این مسیر اولین سفر بشارتی است. توضیحی بدین درباره این سفر و جاهایی که توقف کردن اونها به سلوکیه رفتن اما هیچ صحبتی از ماموریتشون نشده ما اطلاعی نداریم که اونها در اونجا خدمتی کردن یا نه بعد به سلامیس رفتن و شروع کردن به بشارت دادن کلام در اونجا سپس میخونیم که اونها به جزیره پافس رفتن و نویسنده نتایج توقف در این جزیره رو عنوان میکنه او درباره فرماندار جزیره سرگیوس پولوس که اهل روم و ظاهرا فردی مذهبی بوده نوشته و این طور میگه که او به پولوس رسول گوش میداد تا اینکه یک نبی دروغین به نام بریشو وارد صحنه میشه تا با پولوس رسول مخالفت کنه این شخص جادوگر میخواست فرماندار رو از ایمان برگردونه درست مثل یهودیان که نه تنها انجیل رد می کردن بلکه حتی نمی دیگران هم اونو دریافت کنن و ازش بهره ببرن. از این رو میتونیم مشاهده کنیم که پولس رسول بریشو یعنی اون نبی کاذب رو به یک فصل نابینایی محکوم میکنه مجازاتی که برخی تصور دارن نمایانگر چیزیه که در انتظار ملتی که انجیل رد کردن و حتی مانع از درک دیگران شدن پس خداوند اونها رو برای یک فصل محکوم به نابینایی کرد تا زمانی که توبه کنند و به سمت خداوند برگردن تا شاید بیناییشون رو دوباره به دست بیارن این جنبه ای از تدبیر الهی دقیقا همینطوره بسیار خوب لطفا توضیحی بفرمایید درباره مخالفت علیمای جادوگر با برنابا و پولس آیا چون اون یک جادوگر بود به شدت مخالفت میکرد و یا اینکه مخالفت کردن علیمای جادوگر دلیل دیگه ای داشت. خب جادوگرها به طور معمول مخالفت خودشون رو با نمایش دادن قدرت یا معلوماتشون نشون میدن. چرا که شیطان هم دارای آگاهی و همینطور دانشه. همونطور که در رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 3 اشاره کرده، جادوگرانی که نامهاشون ینیس و یمبریس بود، با تقلید از کارهای موسی با او مخالفت کردند. قطعاً علیما از جادوی خودش استفاده کرد به این خاطر که فرماندار رو به شدت تحت تأثیر کارهاش قرار بده. بنابراین پولس رسول با نابینا کردن او بهش غلبه کرد. درست همونطور که جادوگران زمان موسا با دوملهای روی بدنشون مغلوب شدن و به این شکل نادانی و حماقتشون آشکار شد و علیمای جادوگر هم حماقتش رو ثابت کرد. این اولین باره که میخونیم شاول به اسم پولس خوانده میشه پس اسمش از شاول به پولس تغییر درسته. کرد. معنی اسم پولس چیه و چرا این تغییر نام در اولین سفر بشارتی رخ داد؟ خب پولس یک اسم یونانیه اما شاول یک اسم یهودیه. پولس در محیط یونانی بزرگ شد و از خانواده یهودی محافظ کار بود پس ممکنه هر دو اسم رو از قبل داشته باشه. اما میبینیم که او ترجیح داد از اسم دوم استفاده کنه یعنی از اسم پولس چون قرار بود رسول غیر یهودیان بشه و معنی این اسم کوچک بود احساسی که میبینیم همواره پولس رسول نسبت به خودش داشت پس این اسم یعنی پولس رو انتخاب کرد برخی میگن از اون جایی که اسم اون فرماندار سرگیوس پولس بود اون رسول اسم پولس رو انتخاب کرد تا یادآور اولین غیر یهودی باشه که در اون مأموریت مسیح رو به عنوان منجی خودش پذیرو پس معنی اسم پولس کوچیکه بله. این بیانگر چه چیزی از شخصیت پولس در مأموریت‌های بعدیشه خب پولس رسول همیشه خودش رو اونقدر کوچیک میدید که در افسوسیان فصل سه یک بار اینطور میگه من اگر چه در بین مقدسین از همه کمترم، اما این فیض به من عطا شد. و در ترجمه قدیم، اینطور میگه که به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم، این فیض عطا شد. پس پولس خودش در مقایسه با دیگر رسولان کمتر میدید طوری که میگفت حتی شایستگی آن را ندارم که رسول خوانده شوم در مقایسه با مقدسین میگفت در بین مقدسین از همه کمترم و در مقایسه با گناهکاران در اول تیموتائوس فصل یک میگه من اولینم یا من بدترین گناهکارانم من بدترین گناهکارانم بله. استراحتی کنیم و با سوالات حضار برگردیم بینندگان عزیز بعد از استراحت با ما همراه باشید بینندگان عزیز برگشتیم و بریم سوالات حضار رو بشنویم در اینجا خداوند پولس و برنابا را برای خدمت انتخاب کرد و توسط روح القدس فرمود برنابا و شاول را برای مأموریت برگزیدم امروز افراد زیادی وجود دارند که خداوند را خدمت میکنند پس چرا خداوند برای دعوت به خدمت از این روش دیگه استفاده نمیکنه بردر یوسف چرا این روزا این روش کتاب مقدسی رو نمیبینیم در کمال تعصف باید بگم کلیسا از آموزه های کتاب مقدسی منحرف شده به استثنای افراد معدودی که هنوز به آموزه ها و تعالیم کتاب مقدس پایبند و وفادار هستند اگه میخوایم با دقت از کلام خدا اطاعت کنیم مطابق با کتاب مقدس این روش درستیه که باید خاندگی خادمان بر طبق اون صورت بگیره اما زمانی که قوانین انسانی و همینطور مدارسی برای فارغ و تحصیلی خادمان وجود داره از عمل کردن روح القدس جلوگیری میکنه و من معتقدم که این یک گناه رایج در مسیحیت گناهی بر علیه روح القدس که دیگه هیچ اختیاری برای رهبری کلیسای خدا نداره تا بتونه بر طبق ارادی خودش مانند اصر رسولان عمل کنه چیزی که میخونیم روش کتاب مقدسیه این روشی کتاب مقدسی برای تمام کسانیه که میخوان پیرو تفکر خدا باشن این تفکر حقیقی خداست خب بعد از جزایی که دامنگیر اون جادوگر شد پولوس همراهش رو ترک کرد کمی برامون از جزئیات بعدی این سفر بگین اونها به انتاکیه پی سی دیه رفتن و پولوس مطابق با عادتی که بعد از ورود به هر شهر داشت برای شروع به دلایل مختلفی به کنیسه یهودیان رفت دلایلی از قبیل اینکه خود شخصی یهودی بود و تورات رو خیلی خوب میدونست و درباره اون تعلیم دیده بود و اینکه هنوز کتب عهد جدید نگارش نشده بود و هنوز کلیسایی در شهر وجود نداشت برای همین میتونیم ببینیم که پولس موعظش رو از محل تجمع یهودیان یعنی کنیسه شروع می کرد. پولس به محض ورودش به کنیسه یهودیان از تاریخ اونها گفت و صحبتاش رو با تولد، مرگ و رستاخیز مسیح پایان داد. معمولا با مخالفین و موافقین هم روبرو میشد و این رو در انتاکیه پی‌سی‌دی هم میبینیم. گروهی کلام خدا رو پذیرفتن اما اکثریت مردمی که در اونجا حضور داشتن اون رد کردن. دوباره طبق عادت روی صحبت پولس رسول با غیر یهودیان بود. چرا که یهودیان کلام خداوند رو رد کردند. بسیار خوب برادر لطفاً توضیح بفرمایید درباره سخنرانی پولس در انطاکییه پی‌سی‌دی. در اینجا می بینیم که پولس تاریخ این قوم رو یادآوری میکنه و این چه شباهت هایی داره با سخنرانی استیفان خب در واقع شباهت هایی وجود داره در کارهای رسولان 7 و سیزده یعنی بین سخنرانی استیفان و اولین سخنرانی پولس در اولین سفر بشارتیش هر دوی اونها درباره تاریخ قوم صحبت کردن و هر دوی این مردان بزرگ به شکست انسان و همینطور شکست قوم یهود اشاره کردند. که علا رغم امتیازات زیادی که خدا بهش داد در کمال تأسف با شکست مواجه شد در این خطابه پولس رسول به طور خاص از شکست قوم یهود نه تنها در تاریخ بلکه هین اشاره به دوران عیسی مسیح صحبت کرد و گفت که اونها با محکوم کردن مسیح همون پیشگویی هایی که هر ثبت میخوندن رو تکمیل کردند. کلام پولس رسول کلامی بی نهایت قدرتمند و بی بود. یهودیان هر سبت در معبد و کنیسه هاشون درباره مسیح می اما زمانی که مسیح اومد، اونا پیشگویی های کلام خدا رو تحقق بخشیدن. یهودیان اون رو به صلیب کشیدن و در مقبره گذاشتن. اما خدا اون را از مردگان برخیزانید پولس روی رستاخیز مسیح و ظهورش به شاگردان تاکید میکنه اونا رو به توبه تشویق کرد و بهشون هشدار داد که از انجیل غافل نباشن همونطور که در آیه چهل میفرماید مواظب باشید که این گفته ی انبیا در مورد شما صادق نباشد که میفرماید ای استهزاکنندگان توجه کنید حیران شوید و نابود گردید زیرا در روزگار شما کاری خواهم کرد که حتی اگر کسی آن را برایتان بیان کند باور نخواهید کرد پولس یهودیان را دعوت به توبه کرد اون از بخشش و برهان صحبت کرد و به اونها نسبت به انکار کردن که تنها موجب نابودی و از بین رفتنشون میشه هشدار داد. استیفان حین صحبت از تاریخ قومش به عهد قدیم اشاره کرد. بله. و در اینجا هم پولس دقیقا همین کار رو انجام داد. درسته. میشه لطفاً به چند تا از منابع عهد قدیم اشاره کنیم؟ به عنوان مثال در آیه 33 میفرماید با رستاخیز عیسی به آن وعده وفا کرده است چون که در مزمور دوم آمده است تو پسر من هستی امروز من پدر تو شدم میخوام این نکته رو بگم که منظور از رستاخیز عیسی در آیه 33 برخواستن از مردگان نیست بلکه برتری دادن و همینطور تمیز دادن اونه خداوند خدایتان از بین شما یک نبی مانند من برای شما برمیانگیزاند. خدا این کارو کرد چون مسیح اومد به عنوان این کسی که خدا اون رو قیام داد و بعدش آیه 34 میفرماید خدا او را از مردگان برخیزانید تا هرگز فساد نبیند چونان که آمده است برکات مقدس و مطمئنی را که به داوود وعده داده شده به شما خواهم بخشید این از اشعیا 55 تا الان دو تا ارجاع رو مشاهده کردیم و در جای دیگری یعنی در مزمور 16 میفرماید تو به این رضا نخواهی داد که بنده امین تو فساد را ببیند و سپس در آیه 41 پولس رسول اشاره میکنه به یک پیشگویی از کتاب حبقو ای استهزا کنندگان توجه کنید به اونها علاوه بر رد کردن مسیح نسبت به تمسخر کردن او که امری جدیه هشدار میده بینندگان عزیز بعد از استراحت با ما همراه باشین بینندگان عزیز برگشتیم و بریم سوالات حضار رو بشنویم سوالی دارین؟ بله من یک سوال دارم بفرمایید در آیه 33 فولوس نقل قولی میکنه از مزمور دو که میفرماید تو پسر من هستی امروز من تو را مولود ساختم این آیه به چه معنیه؟ آیا یعنی مسیح در بعد به تولد پسر خدا شد؟ تو پسر من هستی امروز تو را مولود ساختم آیا این به این معنیه که مسیح روزی که متولد شد پسر خدا شد؟ خب اگر اینطور بود آیه باید میگفت امروز من تو را مولود ساختم تو پسر من هستی اما اول میگه تو پسر من هستی جدای از بحث زمان که هیچ تأثیری نداره این یک فرزندی ازلیه نه چیزی که با تولد به وجود اومده همچین چیزی وجود نداره چون مسیح قبل از تمامی اعثار فرزند خدا بوده و این در نتیجه یه تولد نبود تو پسر من هستی درباره فرزندی جاودانه روحانی میگه اما منظور از تو را مولود ساختم رسیدن زمان تولده مسیح از رحم مریم باکره متولد شد پس این خبر خوش اومد که آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد میشه گفت که خداوند عیسی مسیح دو نوع فرزندی داشت یک فرزندی ازلی که ربطی به زمان و تولد نداره و یه فرزندی که با فرارسیدن زمانش به واسطه مریم باکره انجام شد اما پدر چه کسیه؟ و پسر من هستی پس او پسر خداست چون از مبدعی الهی اومده پسری که در اینجا بهش اشاره شده ازلیه میخوام به یه نکته دیگه اشاره کنم برادر ایاد از اونجایی که در آیه سی و سه صحبت از تولد شد باید دقت کنیم که در آیه سی و چهار داره از رستاخیز میگه و در آیه سی و پنج از جاودانگی او اینها سه حقیقت اصلی درباره عیسی مسیح هستند. اون به وقتش مولود شد من تو را مولود ساختم او مرد و برخاست برکاتی که به داوود وعده دادم به تو خواهم بخشید و او جاودانه است تو به این رضا نخواهی داد که بنده امین فساد, تو فساد را, ببیند. را ببیند. پس در گذشته او متولد شد و قیام کرد اما همینطور دربارش میخونیم که تا ابد فساد را نخواهد دید بنابراین از صحبتاتون اینطور متوجه میشیم که منشأ زمان تولد مسیح خداست درسته لطفا توضیحی بفرمایید درباره عبارت پسر خدا که یک لقب ازلیه پسر خدا یعنی چی؟ حق با شماست چون که وقتی کسی به تولد فکر میکنه تصور میکنه یه نفر زودتر از اون یکی به وجود اومده درست اما از اونجایی که پسر و پدر هر دو ازلی هستن رابطشون روحانیه و به هیچ عنوان ربطی به تولد جسمانی نداره ما هیچ وقت که خدا یک معشوقه داشت و به واسطه اون عیسی مسیح رو به دنیا آورد این طرز فکرهای غلط و شیطانی کاملا از خدا دور هستند. به این خاطر که خداوند روحه و نمیتونه روابط جسمانی داشته باشه اما در ارتباط با پسر ازلی باید بگم این یک لقب روحانیه مثلا یک اصطلاح عربی هست که به پسر جاده ترجمه میشه و به معنی مسافره یه مسافر پسر جاده نیست اما این عبارت بیانی ادبی و استعاره داره که نشون دهنده رابطی نزدیکیه که بین مسافر و جاده وجود داره و میخواد بگه که این دو مثل پدر و پسر نزدیک هستند. وقتی که ما اینجا از پسر خدا حرف میزنیم پسر و پدر رو در رابطه ابدی صمیمی و همینطور در محبت و برابری میبینیم اگرچه اون پسری برابر با پدرش بود به واسطه ی رنج و دردی که کشید اطاعت رو آموخت یهودیان همچنین در کتابهاشون این پیش زمینه رو داشتن که عبارت پسر خدا به معنی برابری با خداست بله به این آگاه بودند مثلا در امثال فصل سی میگه نام او چیست؟ و پسرش چه نام دارد؟ این اثباتی بر برابریه. پس وقتی مسیح در یوحنا پنج فرمود که خدا پدر اوست، یهودیان فورا فهمیدن و خواستند سنگسارش کنند. در انجیل یوحنا فصل پنج اینطور گفتند که او ادعا کرده خدا پدرشه و با خدا برابره پس یهودیان از عهد قدیم میدونستند که پسر خدا یعنی برابری با خدا خب اونا این بینش رو داشتن ولی نه به روشنی بینشی که ما در عهد جدید داریم چرا که مسیح همه چیز رو با ظهور خودش روشن کرد خدا را هرگز کسی ندیده است پسر یگانه ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد شما به سه نکته اشاره کردین تولد رستاخیز و شخصیت جاودان مسیح درباره رستاخیز گفتیم که خدا اون رو از مردگان برخیزانید. درسته. ما اغلب میگیم یکی از شواهدی که خداوندی مسیح رو اثبات میکنه رستاخیزش از مردگانه. بله. برادر کدوم درسته؟ خودش از مردگان برخاست یا خدا او را برخیزانید؟ بله، خدا او را برخیزانید و همینطور او خودش برخاست به این خاطر که او دو ذات زاد داره، ذاتی انسانی و ذاتی الهی. خدا مسیح رو به عنوان انسان برخیزانی و از کارش ابراز رضایت کرد. اگه مسیح خودش برمیخواست، همیشه این شبه وجود داشت که آیا خدا از او راضی بود یا راضی نبود. وقتی گفته شده خدا او را برخیزان، پس خدا از کار او راضی بود. حالا اینکه مسیح خودش برخواست، یعنی او خدا بود که در جسم انسانی آشکار شد. همونطور که در انجیل یوحنا فصلهای دو و ده میبینیم. در پایان یوحنا دو گفته این معبد را ویران کنید و من آن را در سه روز برپا خواهم کرد. کرد. و در یوحنا ده، هفته و هجده میگه اختیار دارم که جان خود را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. در آیه 39 میفرماید اکنون هر که ایمان بیاورد به واسطه او پارسا شمرده می شود. در هر آنچه نتوانستید به واسطه شریعت موسا پارسا شمرده شوید. توضیحی بفرمایید درباره این آیه. در حقیقت در این آیه عبارت به واسطه او مربوط میشه به آیه 38 که میفرماید پس ای برادران بدانید آمرزش گناهانی که به واسطه ی همین شخص فراهم آمده است به شما اعلام می‌شود. این شخص چه کسیه؟ همون شخصی که راجع بهش گفته شده هرگز فساد رو نمی‌بینه. آن کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز فساد را ندید. کسی که خدا زنده کرد مسیحه و این همون کسیه که به تو بزرگترین هدیه ای که به ایمانداران عهد قدیم وعده داده شد یعنی بخشش گناهانت رو پیشکش میکنه. یه چیز دیگه هم هست که ایمانداران عهد قدیم حتی خوابش رو هم نمیدیدند و اون پارسا شمرده شدنه که با بخشش فرق داره. بخشش یعنی شما مرتکب گناهی شدید اما من اونو می بخشم و این گناه رو به حساب نمیارم. در مقابل پارسا شمرده شدگی یعنی شما به حساب اومدی و نه تنها معصوم شمرده شدی بلکه برتر از اون چون معصومیت با پارسایی فرق میکنه. فکر کنید انگار همه مثل شما پارسا شمرده بشن قطعا من پارسایی نکردم چون هیچکس پارسا نیست حتی یک نفر اما مسیح پارسایی ما شد او برای ما از جانب خدا حکمت و پارسایی و تقدس و رستگاری شد پس من مسیح رو مثل ردا می پوشم چون او که گناه رو نشناخت به خاطر ما گناهکار شد تا ما به وسیله او در برابر خدا پارسا شمرده بشیم آیه چهل میفرماید پس مواظب باشید که این گفته ی انبیا در مورد شما صادق نباشد که میفرماید ای استهزا کنندگان توجه کنید حیران شوید و نابود گردید زیرا در روزگار شما کاری خواهم کرد که حتی اگر کسی آن را برایتان بیان کند باور نخواهید کرد بر در این نقل قول در کجای کلام خدا اومده مرجع این آیه حبقوق فصل یکه و ما رو یاد مسئله میندازه که مسیح در متا 22 درباره عروسی پسر پادشاه زد بعد از آماده کردن زیافت پادشاه نوکرانش را فرستاد تا به دعوت شدگان بگن به جشن عروسی بیایید چون زیافتی که ترتیب دادم آماده است مسیح میگه کسی به دعوت توجه نکرد و یکی به مزرعهش رفت و دیگری به سراغ کسب و کارش این قفلت چیزیه که پولس اینجا راجع بهش هشدار میده این رد کردن نیست بلکه قفلته در ابرانیان فصل دوم میخونیم پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم چگونه میتوانیم از مجازات آن بگریزیم بنابراین بیننده عزیز و محترم ممکنه که شما نجات رو رد نکنی اما اون رو به تأخیر بندازی یا اینکه قفلت کنی نسبت به قفلت آگاه و هوشیار باش که ممکنه برات بسیار خطرناک باشه خب برادر یوسف میبینیم که آیه 41 پایان خطابه پولس بله؟ و آیه 42 نتایج جون رو توضیح میده پذیرش و عدم پذیرش این رو چطور میبینین؟ شخصی گفت نه بهانه‌ای برای کسی که رد میکنه هست و نه نیکویی در کسی که میپذیره نه بهانه‌ای برای کسی که هلاک میشه و نه خوبی و نیکویی در کسی که به آسمان میره درباره چیزی که گفتم توضیح میدم بله، لطفاً کمی توضیح بدید <applause> دو تا آیه هستن که میخوام به هم ربطشون بدم و معتقدم اگر با نگاهی روحانی کنار هم قرار بگیرن چیزی که الان گفتم کاملا مشخص میشه آیه 46 رو ببینید میفرماید لازم بود کلام خدا قبل از همه به گوش شما برسد اما چون شما آن را رد کردید و خود را لایق حیات جاودانی ندانستید شما کسانی هستید که خودتون رو مستحق حیات جاودانی ندونستید اما چرا؟ چون کلامی که برای شما بود رو رد کردید ما از این پس نزد غیر یهودیان خواهیم رفت پس کسی که رد میکنه بهانه ای برای رد کردن کلامی که نزدش اومده نداره بهانش چه چیزیه بریم به آیه 48 وقتی غیر یهودیان این گفتار را شنیدند خوشحال شدند و از کلام خدا تعریف کردند و آنانی که برای دریافت حیات جاودانی معین شده بودند ایمان آوردند بله، ایمان آوردند به عبارتی اونا نه به خاطر اینکه از یهودیان باهوشتر بودند ایمان آوردند بلکه به خاطر اینکه از ابتدا برای نجات به واسطه تقدس در روح و ایمان به حقیقت برگزیده شده بودند پس تکرار میکنم هیچ بحانه ای برای کسی که به جهنم میره نیست چون کلام به او داده شده و او ردش کرده و این همون چیزیه که پولس دربارش هشدار داده ای استهزا کنندگان توجه کنید حیران شوید و نابود گردید به همین ترتیب منم اگر به بهشت برم به خاطر شایستگیم یا به خاطر هوشم نیست بلکه همه از خداست من مورد فیض او واقع شدم بسیار خوب به عنوان موضوع پایانی توضیحی بفرمایید درباره شخصی به نام یوحنا یا همون مرقس کسی که با اونها هم سفر بود ولی از آیه 13 به اورشلیم برمیگرده درباره این شخص بگین خب یوحنایی که مرقس خونده میشه نگارنده ی انجیل معروف مرقسه اون سفرش رو شروع کرد اما ادامش نداد این طور به نظر میرسه که او مشارکت ها رو از دست داد و دلتنگ خونه شد و بازگشت متوجه شد بهای خدمت فراتر از حد انتظارشه. فکر میکرد قرار خوش بگذره اما فهمید که خدمت شامل حتاکی، توهین و حتی گاهی آسیب میشه. بنابراین میبینیم که برگشت اما خدا رو شکر که او زندگیش رو به این ترتیب پایان نداد و بهبود پیدا کرد و به خدمت ادامه داد و علا رقم این که میخونیم پولوس رسول مخالف این موضوع بود که مرغز در دومین سفر بشارتیش با برنابا اونها را همراهی کنه و در نهایت هم میتونیم ببینیم که راه خودش رو از اونها جدا کرد و به مسیر دیگه ای رفت اما او در اواخر عمر خودش مرقس را سفارش کرد و دربارش این طور نوشت مرقس را برداشته با خود بیاور زیرا که مرا به جهت خدمت مفید است این بسیار زیباست که میبینیم کسی که شروع خوبی داشت و ادامه نداد نظرش را تغییر داد و پایان خوبی داشت او در انجیلی که نوشته درباره خادمی صحبت میکنه که هیچ وقت نترسید و خدمتش رو تموم کرد. همه اینها به فیض خداست. به خاطر فیض. سپاسگزارم برادر. بیاین این قسمت رو با حضور مرور کنیم. بفرمایید. فهمیدیم که برنابا و شاول به ماموریتی فرستاده شدن و این اولین سفر بشارتیه. قبلش روح القدس فرمود که برنابا و شاول را معمور کرده توضیحی بدی درباره خدمت برنابا و شاول. <learners> <áreasRAcheland> خدمت اونها مستقیم از جانب خدا تعیین شد. وقتی کلیسا در روزه و دعا بودن روح القدس بهشون اینطور فرمود برنابا و شاول را معمور انجام کاری که مقرر کرده ام بنمایید هم خدمتی اونها نه به خاطر هم نظری یا تکلیف کلیسایی بود بلکه در پاسخ به دستور خدا بود فرمان مستقیم از, روح, از روح القدس, بله. درسته القدس درسته درباره یوحنای ملقب مرقس چی میدونیم او کسیه که انجیل مرقس رو نوشت و در اینجا خوندیم که او همراه با برنابا و پولس عازم یک سفر خدمتی شدند اما مرقس یا به خاطر دلتنگی و یا خستگی به خونه برگشت ولی کمی بعد می‌بینیم که او مجددا برگشت و به خدمت خداوند ادامه داد و پس از اون هم انجیل مرقس رو نوشت که مسیح رو به عنوان خادم معرفی میکنه نظرتون چیه برادر؟ شکر عالی بود. برکت خدا با همگی شما عزیزان. ممنونم برادر. ممنونم. بردن. بردن. ما قدردان زحماتتون هستیم و منتظریم تا درباره ادامه اولین سفر بشارتی ازتون یاد بگیریم. ادامه این سفر در فصل بعد و برنامه بعدی. آمین. خدا برکتتون بده. چه عجیب و ماندگار است خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین از تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت